سلام، اول یه عذرخواهی بابت اینکه این هفته به دلایلی دستمون یکم خالیه. منتها همین اول قبل شروع من یه نکته رو خیلی سربسته خدمت اهل سیاست عرض کنم. واقعا توی این مملکت جلسه محرمانه نداریم؟ آخه چرا جزئیات هر چی جلسه محرمانه است مثل گوشت قربونی توی اینترنت دست به دست و گوش به گوش میشه؟ ظاهرا هر مسئول یه نفر محرم داره که فقط به اون میگه، اونم یه نفر محرم داره که فقط به اون میگه، و همینطور برو تا آخر که اینترنت و روزنامه ها میشه جای پخش محرمانه ترین مسائل کشور. ما خودمون یه پا معترض بگیر و ببندیم، اما انصافا این شد وضع. آخه منافع ملی، امنیت ملی، اینا همه رو بیخیال شدید؟ درست این هستش که این نوع اخبار وقتی میخواد توی جامعه گفته بشه، قبل از انتشار هم روابط عمومی وزارت بهداشت کاملا آماده است، هم خود موضع درمان. میدونید که کدوم خبر رو میگه؟ همون خبر گذاشتن دو بیمار کنار اتوبان 17 روز پیش. آقای معاون، حالا فرضاً از شما میپرسیدیم، به روال معمول احتمالاً تکذیب میکردید دیگه، ولی حالا که صحت خبر معلوم شده، بهتر نیست به جای دادن آموزش به خبرنگارا ته ماجرا رو در بیاری و بعد هم هر کی مقصر بود حتی خودتون صریح از مردم عذرخواهی کنید؟ یادمون نره این اتفاقات خیلی تلخ معمولاً بعد کلی اتفاق تلخ رخ میدند. نکنه این ماجرا تکراری باشه، نکنه با اخراج راننده آمبولانس پرونده بسته بشه، نکنه این ماجرا تکرار بشه. باور کنید حسرت به دل مامون که وقتی یه اتفاق به این بدی میفته یه نفر بیاد صریحاً از مردم عذرخواهی بکنه، بدون تفره رفتن، بدون اینکه بخواد توپ تو زمین دیگران بندازه. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده ایران تنها مصرف کننده کراک در جهانه. دست همه بچه های عملی درد نکنه که بالاخره از لحاظ نوع مصرف تک شدن توی دنیا. حالا از این گذشته ببین چه بازار پر رونقی داریم که تولید کننده های جهانی انحصاری برای ما مواد خاص تولید میکنند. یا اینکه نه، ماجرای چیز دیگه است و همین بچه های خودمون زحمتشو میکشن. فرماندار وقت شیکاگو به و پلیس اون ایالت دست به کشتار وسیع جمعیت 90 هزار نفری وارد در اون شهر زدند. یک یادمانی از این کشتار رو در پایتخت در جای مناسبی نصب بکنم. آدم وقتی مثل این آقای معاون عزیز حقوقش مرتب باشه، استخدامش هم قطعی باشه، میشینه تاریخ 130 سال پیش آمریکا رو مرور میکنه دیگه. البته ما هم به اون کارگرایی که چند ماه حقوقشون عقب افتاده، به کارکنان شرکتی که مدت هاست همینطوری بین زمین و آسمون موندن و تکلیفشون معلوم نیست، پیشنهاد میکنیم مثل معاون وزیر کار تاریخ آمریکا رو بخونند، احتمال داره که اوضاعشون بهتر بشه ها. تهیه کننده ما فکر کرده این آیتم مربوط به مراسم عروسی، یعنی که این آهنگ رو گذاشته روش. نه جانم، اینجا عروسی نیست، کنفرانس خبری رئیس بانک سپهه. حضور این جمعیت عظیم خبرنگار هم هیچ علتی نداره جز اینکه اخبار بانک سپه شیرین ترین و مهمترین اخبار کشوره. نقشه مهندسی فرهنگی یادتونه قرار بود طراحی بشه، برای اینکه اهداف فرهنگی اون نقشه تدوین بشه دارن یه الگویی تعریف میکنند. در این باره یه خبر روی سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته به این شرح: در این جلسه الگوی تدوین اهداف فرهنگی نقشه مهندسی فرهنگی هماهنگ با چشمانداز فرهنگی مصوب شورای مهندسی فرهنگی تعیین شد. در این الگو اهداف فرهنگی غالباً برگرفته از بیانیه چشمانداز فرهنگی مصوب شورای مهندسی فرهنگی است و شرح اهداف نیز با بهره‌گیری از ویژگی‌های ذیل بیانیه چشمانداز و سایر مؤلفه‌ها و متغیرها تنظیم و تدوین می‌شود. میگم ما که نفهمیدیم چی شد، منتها هر کاری میکنید یه دستی بجنبونید، نکنه دیر بشه و آره و دیگه. خداحافظ.